دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شام چهارشنبه در نخستین مجلس افطاری در قصر سفید با مهمانان حاضر در مجلس و مسلمانان تمام جهان ماه رمضان را تبریک گفت. To each of you and to the Muslims around the world, Ramadan Mubarak. به هر کدام شما و مسلمانان تمام جهان رمضان مبارک باد. با جمع شدن در اینجا ما افتخار پذیرایی از یک سنت مقدس یکی از بزرگترین ادیان جهان را داریم. رمضان خوشی داشته باشید. سپاس از اینکه در اینجا هستید. یک افتخار بزرگ است. دونالد ترامپ همچنان گفت که به خاطر پیوندهای تجدید شده دوستی و همکاری با شرکای ارزشمند آمریکا در سرتاسر شرق میانه شکرگزاری میکند. میزبانی از مسلمانان امریکایی و دیپلمات‌ها و سفرای کشورهای مسلمان در امریکا سنتی بود که دو دهه قبل توسط بیل کلینتون رئیس جمهور سابق ایالات متحده بنا نهاده شد و دو رئیس جمهور بعد از وی نیز آن را ادامه دادند. اما دونالد ترامپ سال گذشته با عدم برگزاری این مجلس این رسم را شکست. در خارج از محوطه قصر سفید تعداد از نهادهای مدافع مسلمانان امریکایی با راه اندازی این گرد همایی می گفتند که موضع‌گیری های ضد اسلامی دونالد ترامپ تبعیض در برابر مسلمانان امریکایی را تشدید بخشیده است. ما در اینجا به خاطر اعتراض در برابر برنامه افطاری قصر سفید جمع شده ایم. ما فکر می کنیم که این نشان دهنده نهایت ریاکاری دونالد ترامپ می باشد که از یک سو جلو ورود مسلمانان را به امریکا می گیرد و از سوی دیگر دیپلمات های ارشد را به قصر سفید دعوت می کند و با آنان افطار می کند. این ریاکاری است و اقدامات او به خاطر جلوگیری از ورود مسلمانان و ابراز سخنان نفرت آمیز در مورد مسلمانان خلاف ارزش های آمریکایی و ریاست جمهوری این کشور است. دونالد ترامپ در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2016 خواهان منع دخول تمام مسلمانان به ایالات متحده شده و پس از پیروزی در انتخابات با امضای چندین فرمان اجرایی مهاجرت مسلمانان از تعداد کشورهای با اکثریت مسلمان را به امریکا محدود ساخت. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.